گل در اومد از همون سنبال در اون چه بهش میاد چقدرم راحت تماس میگیرم چه خوبه من همه لباس خودم اصلا گشاده چه خوب دارم چه خوبه خیلی ذوق دارم که من لباس به دستم همینو میگم پریسا اون کیفی که کرد وقتی اون لباس به دستش رسید و اون دوست عزیزی که مهربانانه اونو پست کرد و خیلی زحمت کشید واقعا اون حسی که پریسا داشت الان دارم تو چهره این دوست عزیزمونم میبینمش بازار چیه؟ چقدر دوست داشتم بگی چیه؟ آقا لوداس سلام علیکم خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه با من و پریسا کانال پریسا هم خیلی خوش اومدید به این ویدیو سال 2024 رو به همتون تبریک عرض میکنم امید که امسال پر از اتفاقات خوب و خوشایند بر همتون باشه تو هم با سلامتی البته واسه نوروز هست ولی اشکال نداره خیلی خوش اومدید به این ویدیو قرار بریم یک ویدیو جذاب و باحال و جدید رو ببینید طبق معمول لینک اصلیش در دسکریپشن هست از ویدیو اصلی همیشه حمایت کنید اونو ببینید ویدیو ما رو هم لایک بفرمایید لطف کنید بدون معطلی میریم و شروع میکنیم لینک اصلی ویدیو در دسکریپشن هست بریم و شروع کنیم یعنی چی؟ آی چه محکم زدن دیدی صداش حاضرید؟ بچه لایک ویدیو رو بزنید دیگه مرسی که با ما همراه هستید تا انتهای ویدیو و حرفای قشنگی داریم همیشه انتهای ویدیو با شما بزنیم عزیزان قشنگا اینه مهربان دلها حاضرید؟ بزنید بریم لینک ببینید بگم چی شده باورتون نمیشه من الان وارد افغانستان شدم و خونه یکی از دوستان هستم لطفی از اومد دنبالم بله اصلا تصورات من با اون چیزی که تو ذهنم بود زمین تا واسه من فرق کرد اومدم اینجا گوشیش بنده خدا اینجا مونده داره زنگ میزنه یه لازم من گوشیش بغلش بزنم سایلنت کنم ببخش نباید دست بزنی به گوشی آقا تصورات من به قولتون شد همه ما شبیه هم بود یه چیز از افغانستان دیگه بعد زیاد شهر نمیدم چی بود ولی خب وارد این مسیر رو رد کردم بازرسی مرزی ایران رد کردم اونم دیگه وارد خاک افغانستان شدم اون بر بعد پاسپورت رو میدادم و به هر حال میومدم یه صف خیلی طولانی یه صف بسیار طولانی و همه هم افغانستانی بودن یعنی اصلا تفهم من ایرانی مثلا مرز ایران داشتم میومدم هی پاسپورت هم هرکی نگاه میکرد ساری از ساری داریم این افغانستان چیکار کنه پاسپورت هم داریم مثلا پاسپورت ایرانی تعجب میگن داریم این افغانستان چیکار ما همه جای دنیا رفتم افغانستان رفتم میخوام برم پاسپورتم انقدر مهر خورده که مهرها رو مهر میزنن آها این هم یه نکته بود که دوستان مثل اینکه گفتن بهمون راهنمایی کردن تو ویدیو قبلی که ازشون دیدیم آره گفتن که ایشون بیزنسمنه یعنی کارش تجارت و اینهاست به خاطر همین همه جای دنیا الان خودش گفت رفته افغانستان نرفته که برای فکر کنم تجارت سنگ های قیمتی که افغانستان معدنشه چیزی که دوستان گفتن احتمالاً درست است اینجا دیگه برای چی میخوای بری گفتم همه جا دور زدم میخوام دور بزنم بقول تو با یه پوزخندی برو گفتم یا ابوالفضل چه خبر قرار بود به هر حال اومدم این ور وارد مرز افغانستان شدم داخل خاک اومدم صف خیلی طولانی بعد این بنده خدا حمید آقا که دوست افغانستانیمون اومد دنبالمون حالا بیشتر بهتون توضیح میدم باش اومد دنبالم یه صف خیلی طولانی یعنی شاید بقول تو 4 5 ساعت دیگه این صفه باز نمیشه اومد دست منو گرفت رفتیم جلوی صف جلوی صف و بقیه شاکی شدن دیگه صف این طولانی بخش همان اعصابو خراب تو گرما وایسادن آفتاب زیر آفتاب مستقیم که حالا پاسپورتشون مهر بخوره بعد به این بنده خدا که آقا حمید اومده بود دنبال من منو ببره حالا آدم خیلی شناخته شده اینجا من بهتون میگم باشه بعد خب بقیه شون شاید نمیشناختن چیه چی به حال بهش گفتن که آقا کجا داری میری زبونشون هم شبیه به ماست یعنی متوجه میشیم کاملا کجا داری میری برگشت گفت بابا این ایرانیه گفتم یا ابوالفضل این گفت ایرانی الان همه میریزن سر من بزنن دو تا نبودن همین که گفت ایرانی بابا مهمون ماست اصلا من خجالت کشیدم اینقدر احترام گذاشتن آقا بفرمایید ببین من خودم بدم میاد مثلا تو صفم از صف جلو بزنم یه آره واقعا کار درستی واقعا چه نکته خوبی رو گفت تو شبکه خندم چند بار دیده بودیمش این موضوع رو و جلو زدن توی صف و احترام گذاشتن به نوبت همیشه کار مهمیه البته لیته توی کشورهای ماها یکم صفها زیادی طولانی و کش داره یعنی اون کسی که مسئول انجام کار هاست معمولا خیلی ریلکس نشسته اصلا کاری نداره که 200 نفر اونجا وایسادن
کار ولی خب مرز همیشه جای خب شلوغه، به خصوص الان که وضعیت یه جوری شده که عزیزان افغانستانی من شنیدم زیادم دارن برمیگردن به وطن از ایران. حرکت درست نمیدونم دوست ندارم، حالا بخواد تو ایران مثلا شهرتم شناخته شدن اینا، کسی کارمو به قول رو گفتنی همینجوری جلو بندازه انجام بده و میگم آقا هر چی بالا مردم هست ما همینجوری سقف میکنیم. آفرین آفرین درود بزن مثل بقیه کارمون انجام بشه. ولی این وقتی گفت اصلا خود اونا بنده خدا همه منو فرستادن دقیقه گوشه نفر اول آقا واسه بعد درو باز میکرد دونه دونه میورد داخل، اون ماموری که درو باز میکرد اینجا چیکار میکنه بعدیه پشت سر گفتن آقا تو بیا تو. حالا اینجا که اومدیم با حمید آقا من وارد مسجد شدیم، شما روستای اول که میای این ور تایباد روستای آخر این ور افغانستان روستای اول روستای اول اسلام قلعه. آقا من وسط صحبتم گاهی وقتا با لهجه افغانی یا مشهدی یا تربتی صحبت میکنم به صورت ناخودآگاه جایی که میرم لهجه اونجا دست خودم نیست بس بایی ببرم. بعد آره رسیدیم اسلام قلعه، این دوست ما آقا حمید الان نمیدونم راضی هست نیست دوست خودش بیداره داشت سوال میزنم یکی از خوانین اینجاست خیلی آدم بزرگه، من خودم فکر می‌کنم تو ایران خودم واسه خودم کسی هم مقوله گفتم حالا شوکه خدا حالا درآمدی داریم مقوله بکنی یه سرمایه داریم، حالا اونجا سرمایه دار نیستیم ولی جرأت خرج کردن داره. ولی این بنده خدا بابا اصلا برو بیای دبدبه و چپکنه ایران با شاه قلوده نمی‌خورم، ولی این نظر اینجا ماشاءالله هزار ماشاءالله هزار الله اکبر پیش من منزل من باید این تایید کنم که رو هوا دارم حرف می‌زنم واقعا اینجوری بوده، ولی واقعا اصلا من خودم شرمنده‌ام کرده چه جوری من می‌تونم جبران اصلا نمی‌شه جبران کرد. مهمون نوازی یک نفر رو ندیده، مهمون نوازی کل مردم افغانستان رو، مهمون نوازی یه فرهنگ رو دیده و ایشون هم که میگه یکی از خوانین حالا یعنی همون خانها هستن و به قولی برای خودشون اعتبار بالایی دارن، نه اینکه سوء استفاده کنن، محترم و شناخته شدن. آره. و ایشون هم باش لینک شده چه دوست جالبی با من بزرگ حالا نمیم کلشون نرفتم ببینم حالا خونه شخصیش اینا هست این اصلا مهمون خونه هست بند خدا الان من برای من یه نفر تا ظرف آجیل چیده اینجا بابا اوه ترمز رو ببین ترمز لاکچری زیبا اخ ببخش البته این سوراخ شد لباس من آوردن به لباس افغانی اوه لهراتی براش آورد بپوشم این لباسا رو بعد بپوشم ببینم چه جوریه سنگ تموم واسم گذاشته واقعا من شرمنده شدم من خودم سعی میکنم اینجوری مهموندار باشم حالا دوستان که اومدن آقا این سفره ای که آقا حمید تدارک دیده برای ما واقعا شرمنده اون کرده آقا با اجازه چهرت هم بگیرم زنده باشی کوچه گذرم حمید لالا زنده باشی بزرگواری فدات بشم آقا شرمنده اون کردی به خدا اصلا من راضی به زحمت نبودم فراوانی هزار ماشالله زنده باشی زنده باشی شک جان واقعا شرمنده اون کردی بزرگ شما بگید یک نون و پنیر واقعا در کنار اینجور آدم ها که مهمون نوازی میکنن با روی باز در خونشون رو واقعا باز میذارن اصلا خیلی حال میده، یعنی میگن در واقع همه آنچه که در وجودشون هست و در سبد اخلاص میذارن میگن، یعنی دیگه هر چیه روی حالا میخواد یه تکه نان و ماست باشه میخواد سفره رنگین باشه که دیگه ایشون سنگ تمام هم گذاشتن و زحمتشون رو کشیدن فرمودند که یک نان و پیاز پیشانی باز دویگواری به خدا خیلی این کاری که شما این کار برما کرد تو ایران کسی به خدا نکرده بود اینجا زحمت کشیدین این همه ساعت اونجا واسطه تا ما رد چیم از مرز بیم بزرگواری ایوالا بشم درود به شرفت بسم الله بارونشه جون شیمی داره میاره بگیرم آچار بود دستون درد نکن زنده باش به وای شیرینی زبونه میدونی چند وقت من از این شیرینی ها از ایران نخوردم چون اینا فقط مخصوص خودمونه یعنی فقط توی فرهنگای ما این شیرینی های به این خوشمزدگی هست شیرینی زبونه اون شیرینی مارمالاد اون گردا وسطش مارمالاد مثل مربا داره خوش همش خوشمزده است قطعا خوشمزده خامه اینجا اصلا واقعا فکر میکنم دارم خواب میبینی اینقدر من آدم خوب تو زندگیم زیاد دیدم خب اینو ادام نمیشه خودم چه خوب ادام میشه آدم خوب خیلی دیدم تو زندگیم مهمه واقعا این خانواده جز بهترین هم جز خوبان واقعا هر جور حساب کنم خودشون مادرشون برادرشون ببین اصلا بحث مالی و وضع مالی و اینا مطرح نیست بریم حالا تو همینو گفت نکشتن از قوانین اینجا از بزرگای اینجا به خصوص از کلانای اینجا
میگم از اخلاق، ادب، معرفت مرام. من اصلا انگار فکر میکنم واقعا تو خونه خودم هم، یعنی انگار من خونه عموم، خونه خالم، چه میدونم خونه پدر بزرگ، اینجوری اینا با من صمیمی برخورد میکنن. خیلی عجیبا. ببین من چیزی کسی که داره میگه اینه که فکر میکنم شناخت قبلی اصلا وجود نداشته، حالا یه لینکی شده، یه رابطه آره، بیزینسی یا هر چیزی بوده فعلا. آره، ولی این خیلی عجیبه که شما وارد یک کشور دیگه انگار میشی، به خاطر همین که میگیم ما واقعا یک ملتیم، حالا فعلا یه مرزی این وسط هست و این باعث میشه که نشون بده که چقدر دلها به هم نزدیکه واقعا. آره. همه جام خوب و بد طبق معمول داره، ولی انقدر خوبا زیادن که اصلا کاری به نداریم. اینجا رو فقط داشته باش، مخلصم همین جان، دورت بگردم، مخلصم، مخلصم داداش، فدات بشم، غلامتم آقا، ما فقط شرمندتی کوچیک شما، برکت بده خدا به مال و جانتون. این زمین ها رو میبینید، حالا این سولارا انرژی خورشیدی بماند، عرض 160 متر، طول 2200 متر اوه. مال حمید آقا شونه، خیر برکت. اون ته مشخصه، یه مرغداری دارن، یه دامداری دارن تو همین زمینه و اینجا مالا چاه عمیق زدن، اومدن این سولارا داره نصب میشه انرژی خورشیدی، این چاه عمیقه برای تامین همین پمپ اینه، سولارا انرژی خورشیدی. حالا برگردیم خودم ببینیم. ببین جدا از اصلا نمیدونم چی بگم، میگم خوابم الان اینجا، واقعا فکر میکنم خواب. همین که به تصویر کشیدی عالیه. ما اینجوری تربیت نشدم تو خانواده. بزرگتر از من است مادر بفهم، گفت من مهمون ما باید جلو بشین، میخوایم دورت بینیم. گفتم نه، گفتم اصلا اینجوری تربیت نشدم، نمیتونم. فرار کردم. بزور. یعنی اینقدر دارم به من احترام میذارم. درسته که این اصلا منو نمیشناسن که من به قول رسیدم. شاید تو ایران به قول رسیدم خیلی دیا لطف دارن همه به من. ولی اینجا من فرد شناخته شده‌ای برای این خانواده نبودم و این واقعا دارم به من محبت میکنه. من شرمنده شدم. ان شاء الله عمری بده خدا بتونم جبران کنم. خیلی چیزا دارم ازشون یاد میگیرم. از ادب، اخلاق، معرفتشون، اصلا از انسان دوست بودنشون واقعا دارم یاد میگیرم. اصلا هر چی بگم کم گفتم. تمام تفکرات من راجع به افغانستان عوض شد وقتی با این خانواده آشنا شدم. دارم رفت آمد. و این نکته، خیلی ها سفر نکردن همون به ایران، یه تصاویری رو تو رسانه ها میبینن، مثلا میگن افغانستان جنگ، ایران در خیابان ها همیشه کتککاری و عصبانیت و فلان، ولی وقتی وارد میشن یا مثلا به عنوان توریست به خصوص اگه به جای خوبی مراجعه کنن، شهرهای زیبایی که وجود داره توی هر دو کشور، میبینن که آه چقدر زیبا، چقدر زندگی میتونه قشنگ باشه و هست و مردم چقدر خوب بلدن. امید که همه مردم بتونن با همدیگه کیف کنن زندگی رو. به حالا چیزی که خودمون تجربهش میکنیم توی کلن این فضای مجازی اینه که آدم ها چیزای منفی رو بیشتر خب به چشمشون میاد و میان اینو رسانه‌ای میکنن، مثل نمیدونم حمله کردن به بچهای افغانستانی که توی ایران دارن زندگی میکنن و اتفاقاتی که اخیر افتاده بود و اینها و توهین هایی که به هر حال کشور ایران و کشور افغانستان همیشه به جون هم میافتن، اکثر اونایی که خیلی درک درستی از قدیم و فرهنگ و انسانیت و اتحاد و اینها ندارند، ولی خب چیزهای منفی رو بیشتر رسانه ایش میکنن. دقیقا گل میگی، درست. و چرا الان دوستمون انقدر ویدیوهاش وایرال شده و انقدر میاد ادامه دار از سفرش میگه؟ اینه که خب داره قشنگی ها رو میگه، داره زیبایی ها رو میگه، قشنگی ها رو میگه. و خیلی ما کم دیدیم چیزای این مدلی رو. دو تا فاکتور مهم هم تو ویدیوهاش هست، یکی خوش انرژی بودن خودشه و یکی این که خب جدیده، یعنی آفرین. به تازگی وارد افغانستان شده هستن. که حالا الان چه خبره؟ بریم ادامه رو ببینیم. اینجا مهمون خونه آقا حمید توی هرات. دیروز توی اسلام قلعه بودیم، خونه شون بهش میگن مهمون خونه. این ماشینه حالا خودش چند تا دیگه هم داشت بیرون بود. آقا راستی راجع به اینا خیلی پرسیدین، نوشته رو ماشین چیه؟ من اولین چیزی که اومدم اینجا این رسیدم بنده خدا فکر کنم با این ماشین اومد دنبالم، یه ماشین دیگه بود روش همینجوری نوشته بود. بعد نگاه کردم سوار شدم، نگاه کردم سوار شدم، بعد روم نشد چیز میگم آقا این نوشته ها چیه اینا، یه خورده که گذشت و سعی میشدم. اینجا بازار چیه؟ چقدر دوست داشتم بگی چیه. آقا لودو واس قرار بود من بگیرم. اینجا خیاطی امید نشه چی نشه برادر ناره بریم داره سلاف بریم. آقا بفهم جلو بریم، نمیرم نمیرم بخدا، شما جلو بریم را رو یاد تو عارف که میکنیم به هم دیگه. دیروز قرار بود نه احترام بریم با هم بریم. بفهم من دارم فیلم میگیرم. بفهم
بفرمایید. بفرمایید. دیروز قرار بود لباس بپوشم، لباسی هیچ کدوم سایزم نبود. کدوم از لباسا سایزم نبود، نزدیک به من نبود و ماشاءالله الان اومدم اینجا برای لباس بدوزن دیگه. لباس افغانستانی بپوشم ببینید. خیلی ذوق دارم. مثل روزیه که من لباس به دست دارم. خواستم همینو بگم، پریسا اون کیفی که کرد وقتی اون لباس به دستش رسید و اون دوست عزیزی که مهربانانه اونو پست کرد و خیلی زحمت کشید. خیلی عشقن. واقعا اون حسی که پریسا داشت الان دارم تو چهره این دوست عزیزمونم میبینمش. یک هیجان خوشایند. بفرمایید. بفرما نمیام همه جان نمیام به خود کوچیک من کوچیک دم پدر نزدیزم چه خوبی تو بچه خیلی با داداش خیلی مخلص اینا حالا بخواد در باشی داشت بزرگ و همیده داشتم میگفتم راجع به ماشین خطار که من روش دیگه بودم ترجم کرده دادم چیه بعد یه خورده که سعی میترسیم با همیده تو همیده اینه چیه دوام ها نوشتم اسم و دوام اینجوری چیز هستم اول هم رسیدم بودم اونجا همه دنبال خرافات و دوام اینا خندید گفت نه بابا این فرمان این ماشین کمپانی که تحویل میده از گمه که هر جو که میگذره با یوانه پس لاکی غلط گیره آها بعد پاک میشه نوشته و همین داستانه به جای مداره که اینجا الان اینقدر امنیت داره ماشین پلاک ندارن اکثرا نه ما لیلالا داشت میزن پلاک ولی نه سرقت میشه نه چیزی این نکته هم خیلی نکته امنیتی بود اون سری هم در موردش صحبت کرد همین بود که مثلا ماشین هنوز پلاک هم نشده تازه تحویل گرفته ولی مثلا نه سرقت میشه نه اتفاق بدی براش دیگه آن کل خونه و اینه این وقت مهمون خونشه بعد این طبقات که بینه پس مهمون هست دیشب دمش گرم به خاطر حضور من کلی مهمون دیگه هم دعوت کرد همه دوره هم نشستیم تا از آن صبح بیدار بودیم یعنی نماز صبح خوندیم حالا دوستان که اهل سنت دارم منم تشیع مثلا خیلی زمین تا آسمون فرق میکنه ما فکر میکنیم مثلا من اینجا آخری کلمه ها خدافزی هم یه علی گفتن یه یه اتفاق بود تو یه علی میبود اینجا دهن بپره تیر رو زدن نه بود مثل خدا شیرت این حالا اینجا خونه مهمون خونه شونه این من خونه خودشونه که خانم بچه هاش هست داره میگه تعصب حتی دینی مذهبی هم وجود نداشته تو آدم هایی که دیده هر کسی میگه عیسی به دین خود موسی به دین خود و هم احترام میذارن ولی اینجوری نیست که مثلا شما یه چیزی بگی مثلا با جبهه بگیره کسی آفلی. آره کما اینکه مثلا مورد بوده که توی ایران مثلا شده این اتفاق مخالفت شده مثلا با یه گروه و این بده تعصب که نباشه دیگه خیلی قشنگه زیباترین شکلشه عشق پریفان چرا الکی میگی؟ زیباست مغازهای جواهراتی همیشه به خاطر اون برقی که داره و نوری که میندازن روش براق آره. بودن و زیبا حالا خوبه ولی من دوست ندارم که مثلا همون مغازهشو میگم دیدنش آره. زیباست من خودم خوشم میاد تو بازار طلا فروشا که راه میرم چشمت باز میشه من فقط سکه چشم میگیره اینم بازار طلا فروشا سکه 100 گرمی نمونه تلاشم ببینیم مدل ها رو البته نمونهاش با سلیقه ماها خیلی فرق میکنه ده باز جایی که هست رمانی بازارم شلوغ و بفرم من فیلم بگیرم باشن. اینجا بازار تاناکوراست از ایران خیلی بهم سپردم بچه ها که آقا بیا اینجا و کشم هم شکتونی اورجینال واسه همون عکس و فیلم بگیر بفرست چه باد حالا واسه تهیه فیلم اومدیم اینجا ولی خب اصلا به قیمت ایران بخوام بگم مثلا خب این نایک اورجینال کلا حدوداً میگه 400-500 هزار تومان اینجا استوکه ها یعنی مثلا چیزی نی فکر کنی خرابه یا دارم نگاه میکنم دیگه حالا ببینیم اوتیش خراب شده مشو بخر این مسجد جامعه این مسجد جامعه بزرگ عراد مسجد بزرگ درست اسم این موتور سه چرخا چی بود؟ یادم نمیاد ریشکا آه اون برای دیگه شروع دیگه نفسی زیده همیشه تو خیابان های منتهی به این مکان های مذهبی شلوغی و هیجان بالایی داره هم خوراکی های خوشمزه برای کوچه های شان چراغه آره آفرین مثلا توی شهر این هم نقشه های افغانستانه که با سنگ ها مختلف همین کشور اکسرش درست شده قیمت حافظ قبر حافظ هم اون پشته چون هم دو میلیون تومانه شکل نقشه افغانستانه و با البته لاجوردش گرونتر آه لاجورد حدود 4 میلیون تومانه
سنگ قیمتی ماشین گذاشتیم کارواش بشورم باشون خودمون هم داریم میریم این نسل برمونت عمومی. البته من صبح گرفتم خونه ها حمید عزیز منتها از رسم و رسوم میشونه و علاقه دارن به قول رسانی به حمام عمومی داریم میریم من دیگه چه جوریه لباس نو هم من به خدا زحمت میشید در ما گره بریم آه لباسی هم دیگه دفته شد شاپ سر داریم از اونا عروس داماد نمیدونم آه فرد دوستان بریم بزنیم کنیم آرشو بسیم بریم آرشو این تطبط بندازیم بریم کنیم مشکل مشکل تر بشیم آلی دارش میخوان برن لختتو ببینن الان اومدم توی کوچه پس کوچه این استوریو ضبط کنم خدایو دمت گرم بابا چه عزت احترامی به من دادی منو تو افغانستانم شناختن یعنی مردم اینجا منو شناختن سلام علیکم کردم خودم باورم نمیشه فالوور پیجم بودم من تو بازار هرات دیدم منو سلام علیکم کردم و خود تو ایران عادی این موضوع مردم بچه یه اتفاق خیلی بالی هم که برای من تو خیابون میفته اینه که مثلا بچه هایی مخصوصا پسرا چه حالا با سینا میریم و میایم یا اون موقع با مهدی میرفتیم و میومدیم میبینن میشناسن ولی مثلا هیچی نمیگن بعد تا ثانیه آخر که دارن رد میشن اینجوری با گوشه چش نگاهت میکنن خب بعد من لبخند بهشون میزنم خب نمیشه مثلا طرف شاید چه میدونم چون میدونه فارسی زبونیم لبخند میزنه اصلا ندونه من پریفانم من کلا هر کسی که از بغل دستم رد بشه فرقی نمیکنه حالا ان شاء الله یه روز قسمت بشه بری هرات بری کابل بری شهرهای افغانستان آره، مزار بگردی و واقعا متفاوت هست و حاله ولی میگم چون توی ترکیه هستیم حالا هر کیو که رد میشه میبینم چشم تو چشم یه لبخندی میزنم ولی بچهای وطندار خیلی واضح نگاه میکنن رد میشن بعد رد که میشن میرن یکم هم با هم مکالمه میکنن دوباره برم گردم میگم خودمم میخندن خودشه آره. خودشه حس خیلی باحالیه حس خیلی خوبیه مجیلت لیفت دارن میخرن رفتن همون کیسه بخرید کیسه شورن خود آقا ما برگشتیم خونه سفون دوربین اینجا ببینیم ات باسته باسته تنم ببینم اول از هم گل در اومد از همون سنبال در اومد چه بهش میاد دیدی دیدی چقدر راحت تماس بگیم که چه خوبه من همه لباس خودم اصلا گشاده ولی اسمم خود داخل چه خوب داره چه باحاله خونه نشون میده آره نکن مبارک باشه نشون میده برگردم از اون بس صحبت کنم دوباره جلو وای مثل منه به خدا لباس هر که پوشیده بودم میچرخیدم میچرخیدم خیلی حسش خوبه بچه ها سخت چیه خوشش خوبه اون سخت دقت نکرده دارم با هم ببینی سخت ها مشکله چه یه اتاق خواب کودکی بذاری یه گوشه بشه وشنگ لم بدم صحبت کن راجع به این لباسه و اتفاقایی که تا الان افتاد از طالبان میخوام بگم تجربه که تا الان فکر کنم 5 6 بار برخورد با طالبان داشتم با نیروهای طالب و اصلا واسهتون بگم آقا اومدیم رو اینا رو گذاشته بعد جلوتر هر هرات اینجا اجازه ورود به هیچ کی نمیدن و این دوستمون آقا حمید رفت جلو صحبت کرد گفت ایشون ایرانیه خارجیه اومده میخواد ببینه اصلا استقبال ما رو ببینید اینجا کسی اجازه ورود نداره کسی به جز ما نیست قلعه باستانی میر عظمت ما رو اجازه ورود دادن گفتن خارجی ایرانی بالای سر بفرما ورودی یکی از اون آثار باستانی افغانستان فکر کنم که چند هزار ساله بود خدمتش اگه آره. و یه موضوع دیگه اینی که الان میگه نمیتونن مردم عادی مردم خود کشور افغانستان بیان ببینن یه چیز خب ناراحت کننده ایه ولی انقدر افرادی هستن که ضرر و خرابی تو جاهای اینجوری به وجود آوردن که یک طرف میگم دمشون گرم که اصلا بستن که کسی نیاد آره دیگه مثلا یادگاری رو دیوار سنگی بکنن آره. آره یا مثلا یادم تخت جمشید میگفتن این پله ها که هی بالا و پایین میشن مردم که میان برای بازدید خب خیلی فرسوده تر و خرابتر حالا چند هزار سال اون اثر مونده به عنوان یه اثری که واقعا میشه روش خیلی چیزها ازش یاد گرفت ولی میاد مثلا یه نفر با بیفکری مثلا آره ممکنه مثلا یه آسیبی هم بزنه که در روز مثلا چهارشنبه سوری برن تو یک جای تاریخی بعد چه میدونم ترقه بزنن چیزایی که میذارن تو بارکوش میترکه مثلا اونا رو ببرن بزنن یعنی خوبه نکنی. خوبه که الان اتفاق افتاد و بستن اینجا رو اجازه ورود دادم مخلصی
و به راحتی اومدیم داخل. خوشی باشه، خوش و خورم باشی هر جا که هستی، سبز باشی. مرسی از لالا حمید و برادراش و عزیزانی که کمک کردن تا این عزیزمون اونجا کیف کنه و لذت بیشتری ببره. انشالله که کل افغانستان رو بره به چرخه، جای دیگر هم ببینیم، فرهنگ‌های آره ولایت‌های بچه‌های دیگر رو هم ببینیم و حسابی لذت ببریم. ما که کیف کردیم. دمتون گرم از معرفی این ویدیو زیبا. قربون شکل مایتون بشم، ماچ به کله‌هاتون. تا ویدیوی بعد، خدا بای بای.